من هر بار که خبر فوت یا خفتن یک برادر یا خواهر عزیزی رو در مسیح رو میشنوم، مسلما یک غمی در دل ما میاد، حزنی در دل ما میاد که ناشی از این هستش که این عزیز رو برای مدت زمانی نخواهیم دید. برادر من روی آوانسیان، ایشون نه فقط برادر من بود در ایمان، در مسیح، همکار، دوست، و برای همه شما عزیزانی که ایشون رو میشناسید و یا در مورد ایشون شنیدید، ایشون یک خادم امین، شبان دلسوز، مبشر ورزیده، رهبر پرستشی، آهنگساز و نوازنده، خواننده سرودهای زیبای روحانی و یک رهبر روحانی بود در کلیساهایی که در اونجا خدمت کرد. جایگاه ایشون در کلیسا و در مسیحیان فارسی زبان برای همیشه به یاد خواهد موند و به یاد آورده خواهد شد. در این برنامه امروز می‌خواهیم تجلیلی بکنیم و یادبودی باشه از این مرد ایمان، این قهرمان ایمان که در رده قهرمانان ایمان در کتاب مقدس و در تاریخ کلیسای ایران قرار داره، با هم وقتی رو بگذرونیم. در این برنامه صحبت خواهم کرد با دو یا سه نفر از عزیزانی که در دسترس بودن، باهاشون صحبت بکنیم در مورد تجربه هاشون و شناخت و شهادت هایی که از برکاتی که از این برادر گرفته بودن، از این عزیزان بشنویم. چند نمونه از کارهای سرودها و هنری این برادر رو گوش بدیم، با هم دیگه برکت بگیریم. و من صحبتی دارم در مورد ایمان ایشون و خدمت ایشون، رسالت ایشون، و این تسلی باشه برای همسرشون ریمای عزیز و فرزندانشون ملانی، رایسا و استیو در این ساعت‌های بسیار بسیار سخت و دردناکی که باید با این حقیقت مواجه بشن که برادر ما از میان ما برداشته شد. من همیشه گفتم وقتی که ما برادر یا خواهری رو از دست میدیم، به زیان ما و به نفع آسمان هستش. ما از دست میدیم ولی آسمان به دست میاره. این مرد ایمان، این قهرمان ایمان در میان ما نیست، اما در آسمان، در اون ابر شاهدان، در اون رده پیروزمندان و در اون رده ایمانداران و خادمین امین، برادر ما ورویر آوانسیان حضور داره. قبل از اینکه بیشتر صحبت بکنم در مورد برادرمون، یک آیه رو میخواستم از مزمور 116 آیه 15 رو برای شما بخونم که مقدمه باشه برای این برنامه امروز. در مزمور 116 آیه 15 هم کلام خدا به صراحت و بسیار شفاف میگه که موت مقدسان خداوند در نظر وی گرانبهاست. موت مقدسان خداوند در نظر وی گرانبهاست. وقتی یک شخصی فوت میکنه، البته ما مسیحیان میگیم در خداوند خوابید، چون واقعا برای ما مرگ معنی نداره. مرگ برای یک ایماندار مسیحی یک خواب هستش، همونطور که شما شب سرتون رو میذارید روی بالش و میخوابید و میدونید که صبحی هست، باید بیدار بشید، بیدار خواهید شد و یک روز جدیدی برای شما شروع میشه. همینطور هم برای یک ایماندار، حالا چه مرگ طبیعی باشه، چه شهادت برای خداوند باشه، هر جوری که میخواد این مرگ به سراغ ما بیاد، برای ما اون فقط یک شب انتظار هست، یک شب خواب هست که به خواب میریم و در قوت قیام مسیح با امید به اون روز رستاخیز در اون آرامی خداوند استراحت میکنیم. یکی از تفاوتها و تمایزات بزرگ مسیحیت با باورهای دیگه سر همین مسئله است. اونهایی که
به مذاهب خودشون، به ادیان خودشون، به باورهای خودشون معتقدن، وقتی باشون پای صحبت میشینیم و میپرسیم که خب تو که اینقدر به خدا اعتقاد داری، تو که اینقدر پایبند اصول مذهبی و دینی خودت هستی، امشب اگه سرت رو روی بالش بگذاری مطمئن هستی که فردا کجا باید چشماتو باز کنید؟ و اکثر اوقات 99.9% شاید بشه گفت 100% اونهایی که مسیح خداوند رو نمیشناسن میگن انشاءالله خدا رحمتش رو به روی ما بریزه، شاید جای داشته باشیم در اون ابدیت. در حالی که ما ایماندارانه به مسیح هیچ شکی در دلمون نیست، چون میدونیم که اون شخصی که از مردگان قیام کرد عیسی مسیح، همون حیات و همون قدرت در ما این اطمینان و این تضمین رو داده وقتی ما چشمانمون رو میبندیم، چون به خون عیسی مسیح گناهان ما بخشیده شدن و حیات خداوند در روح القدس در ما قرار گرفته، بیانه اون قوت قیام، بیانه اون روز رستاخیز رو از همین الان داریم تجربه میکنیم و میدونیم بدون هیچ شکی که وقتی چشمامون رو در این دنیا ببندیم، بلا فاصله در حضور خداوند عیسی مسیح و فرشتگانش باز میکنیم. ما منتظر نیستیم که یک شب و دو شب در قبر بمونیم و بعد بازخواست بشیم، بازجویی بشیم و بعد تعیین تکلیف بشه برای ما. هیچ چنین افکاری در مسیحیت وجود نداره. در همون لحظه‌ای که چشمان ما بسته میشه، در همون لحظه در ابعاد آسمان چشمانمون رو باز میکنیم در حضور فرشتگان، در حضور مقدسین، در حضور قهرمانان، در آرامی خداوند و در یک خوشی عجیبی که تمام شد، از این بدن فانی، از این بدن مریض، از این محدودیت ها، از این ضعف ها آزاد شدم و حالا منتظرم که در بازگشت خداوند عیسی مسیح اون بدن قیام یافته و جلال یافته به من داده بشه که با این بدن جدید روح و جسم و جانم تا ابد با خداوند در آسمان و در ابدیت زندگی بکنه. برادر ما ورور بر اساس این حقیقت بود که چشمان خودش رو بست از این دنیا و باز شد در جاهای آسمانی. موت مقدسان خداوند در نظر وی گرانبهاست، برای خداوند خیلی گرانبهاست. هر فرزند خدا، هر ایماندار به مسیح وقتی در این دنیا خدمتش تموم میشه، دورش تموم میشه، زمانش تموم میشه، وقتی چشماشو میبنده، خدا خیلی برای اون شخص ارزش قائله و برای من و شما زیان و حزن، اما برای خداوند گرانبهاست. بله، من و همه شما عزیزان، به خصوص خانواده عزیز ما خواهر ریما و فرزندانشون، در حزن و غم از دست دادن این برادر در ابعاد انسانی خودمون هستیم. اما باور بکنید که آسمان غنی‌تر شد، آسمان ثروتمندتر شد، آسمان پر شد با صدای زیبا و طنین سرودهای برادر ما وروی راوانسیان. باور نمی کنید؟ باور بکنید. امروز در این لحظه دنیای ما صدای برادر وروی رو به طور زنده از دست داد، حضورش رو از دست داد. اما در آسمان شما فکر میکنید که برادر وروی در چه وضعیتی است؟ در همون ضعف‌های بدن، در همون بیماری‌ها؟ خیر، ایشون الان در حضور خداوند سرودهایی رو که هرگز فرصت سراییدن رو نداشت، هرگز فرصت خوندن رو نداشت، حالا آزادانه با سلامت کامل در روح در حضور خداوند، در پرستش بره، در پرستش عیسی مسیح، در صف قهرمانان و شاهدهای امین خداوند ایستاده و به نوبه خودش به زبان شیرین فارسی و ارمنی داره سرودهای تمجید و ستایش خداوند عیسی مسیح رو ابراز میکنه. قبل از اینکه بریم به شرح حال زندگی شرح حال برادر وروی، زندگیش مختصر، من از شما دعوت میکنم بریم به یک سرود از این برادر
بشنویم و برمیگردیم و من برای شما تعریف میکنم این برادر چطوری شد که به اینجا رسید که او قهرمان ایمان شد، تاریخچه زندگیش رو و نگرشش رو، ایمانش رو با همدیگه یک نگاه مختصری میکنیم و بعد فرصت بشه صحبت میکنیم با اونهایی که او رو میشناختن. پس بریم با همدیگه و یک سرود گوش بدیم. بیستی بیستی هللویا. شادی نمایی شادی نمایی شادی نمایی با عیسی، شادی نمایی شادی نمایی شادی نمایی با عیسی. مست نمود لبریز نمود تا سه همراه، حضورش همباره با ما. شادی نمایی شادی نمایی با عیسی، شادی نمایی شادی نمایی شادی نمایی با عیسی. مست بود با روحش، هللویا، تبریز حضورش همباره با ما. فقط برادران بگن شادی نمایی، فقط برادران بگید ببینم شادی نمایی. آفرین. آفرین، هللویا. مسته با روحش ایسا لبریز نمود تا حضورش همباره با ما بخشیده. مسته بود با روحش ایسا لبریز نمود تا سه خب عزیزان، امیدوارم که این سرود زیبا رو با هم شنیدیم، لذت بردیم، برکت گرفتیم. چه صدایی، چه کلماتی، چه استعدادی که در این برادر، در این سرود ما حس کردیم و تجربه کردیم. خدا واقعا یک برکت خاصی و یک مسح خاصی به این برادر داده بود در سراییدن و خوندن این سرودها. خب در اینجا من میخوام وقت رو بذارم برای اینکه در مورد خود برادر یه مقدار صحبت بکنم و شما یک مقدار اطلاعات داشته باشید. بعضی از شما شاید ایشون رو نمیشناسید و اینه که لازم به معرفی هستش. برادر ورویر آوانسیان در سال 1952 میلادی، 1331 شمسی متولد شد در ایران و دوران کودکی خودش رو در تهران به سر برد و بعد وارد دبیرستان کوشش شد. دوران دبیرستانش رو تموم کرد و از همون دوران بچگی و نوجوانی استعداد موسیقی و نوازندگی و خوانندگی در این جوان به وضوح و شفاف دیده می شد. و بعد از اینکه ایشون از دبیرستان فارغ التحصیل شد، به خاطر هنری که داشت در خوانندگی و موسیقی، شهرت خیلی بزرگی رو در جامعه ارمنی زبان در تهران و ایران رو به دست آورده بود. چندین آلبوم های موسیقی و موزیک های شاد به زبان ارمنی رو هم ایشون در اون دوران جوانی خودش تولید کرده بود و یک شهرتی داشت در محافل ارمنی زبان و دعوت می شد در کنسرت ها و در مجالس و هنرنمایی میکرد. از همون اول خداوند این استعداد رو در وجود این برادر قرار داده بود. به علل مسائلی که در زندگیش پیش اومد، همونطور که از خودش بارها شنیدیم و شهادت زندگی خودش رو به خیلی ها داده و ما شاهد اون شهادت بودیم، متاسفانه در این دوران جوانی، حالا شهرت یا مسائل دیگه‌ای، باعث شد که ایشون
گرفتار اعتیاد بشه، اعتیاد به مواد مخدر، و زندگی خیلی سختی رو در اون دوران گذرون تا اینکه در سال 1978 میلادی خواهر ایشون بشارت انجیل مسیح رو به برادر ورویر داد. برادر ورویر هم که در شرایط بسیار سختی بود، با شنیدن پیام محبت و فیض عیسی مسیح قلب خودش رو به خداوند عیسی مسیح تقدیم کرد، نجات مسیح رو تجربه کرد، حیات مسیح وارد زندگی او شد و او از اعتیاد کاملا آزاد شد و در یک زندگی جدید، در یک حیات جدید، در یک خلقت جدید شروع کرد در کلیسای جماعت ربانی، در اونجا با ایمانداران در مشارکت. چندی نگذشته بود که استعدادهای نوازندگی و خوانندگی و موسیقی که در او بود توجه رهبران کلیسا رو جلب کرد و رهبران کلیسا شروع کردن ایشون رو تربیت کردن، کمک کردن که در پرستش و در موسیقی کلیسایی فعال باشه. در این زمین در سال 1982 با همسرشون ریما مارگوسیان، دختر جوانی که در کلیسا با هم آشنا شده بودن، ازدواج کردن و ثمره این ازدواج امروز 3 فرزند هستش: ملانی، رایسا و استیو. برادر ورویر در سالهایی که بعد از ازدواجش گذشت وارد خدمت کلیسا شد و اگه من برای شما دونه به دونه تعریف بکنم خدماتی که این برادر انجام داده، واقعا زبان قاصر هستش، اما خیلی خلاصه کارهایی رو که ایشون در کلیسا انجام داده بود: ایشون نوازنده بود در مهارت، ایشون خواننده بود در مهارت کامل، رهبر پرستشی بود و یکی از کارهایی رو که ایشون انجام داده که در تاریخ کلیسای ایران بی‌نظیر و استثنایی بود، تشکیل گروه‌های پرستشی، تربیت و آموزش پرستندگان و کنسرت‌هایی رو که در اون سال‌ها ایشون در سراسر ایران برای ایمانداران برگزار می‌کرد به اسم سفیران مسیح، و بعضی از این قطعه ها و گوشه های از این پرستش ها از این کنسرت ها حتی در اینترنت هم موجود هستش که میتونید تماشا بکنید. و در کنار این خدمات پرستشی که بی نظیر بود و اولینی بود که در چنین نظم درست، تربیت خواننده ها، دسته کر، نوازندگان، سرودهای جدیدی رو ایشون شروع کردن به سرایدن و امروز بسیاری از سرودهایی که شما علاقه دارید و میخونن در کلیساها اثراتی هستش از برادر ورویر، چه در ترجمه سرودها بود و چه در سرایدن سرودهای جدید. ایشون واقعا یکی از مهمترین عناصر پرستش در کلیسای ایران بود در اون دهه هایی که بیشتر تمرکزشون روی مسئله پرستش بود، و همطور که میدونید ما چندین شخصیت های برجسته داریم در تاریخ کلیسا ایران که در پرستش و در سرایدن سرودهای روحانی بسیار بسیار خداوند در مسیحی که به اونا داده بود برای کلیسای ایران ثمرات بسیاری داشتن. یکی از اون عزیزان برادر ورویر آوانسیان بود. ایشون خدمت خودشو گسترده تر در ابعاد کلیسایی شروع کردن، در کنار شادروان لئون هایراپتیان که در اون زمان از مشایخ و رهبران اصلی کلیسای جماعت ربانی بودن و در منطقه مجیدیه در تهران با همکاری با برادر لئون هایراپتیان خدمت کردند و بعدها هم به سمت شبانی کلیسای جماعت ربانی در قسمت نارمک تهران فعال بودن. سالها، 9 سال ایشون در این خدمت فعال بود و در این دوران خدمت کار شبانی، کار بشارت، کار تعلیم، کار نظارت، کار پرستش، کار سرایندگی سرودها، ضبط برنامه‌ها و انواع و اقسام فعالیت‌های دیگه‌ای که شما تصورش رو بکنید، برادر ورویر آوانسیان در اونجا نقشی رو ایفا می‌کرد و در خدمتی که می‌کرد باعث برکت، تشویق و الهامی بود برای جوانان و نوجوانان، حتی برای جوانان و نوجوانان تعالیم مخصوص اونها،
و رسیدگی به امور اونها و کلن این برادر تمام زندگی خودش رو تقدیم کرده بود به خداوند عیسی مسیح و نمونه شد برای بسیاری که امروز شاگردان برادر بروئر در این دورانی که ایشون در ایران خدمت کردن امروز در سراسر دنیا در خدمت هستن، چه رهبر پرستشی باشن، چه شبان کلیسا باشن، چه معلم کلام باشن. و این یکی از اون زیباترین خدماتی بود که این برادر کرد، نه فقط خودش تماما در خدمت خداوند عیسی مسیح و کلیسای بود، بلکه تربیت کرد خادمین و معلمین و مبشرین و خادمینی که روزی بتونن در ایران و خارج از ایران خدمت انجیل رو، بشارت و رسالت پیام فیض خداوند رو به همه برسونن. آشنایی من با برادر بروئر خیلی جالب هست. من در مورد ایشون سالها بود که شنیده بودم. من اون موقع از ایران بیرون بودم و در آمریکای شمالی زندگی می‌کردیم، در کانادا، ولی شهرت ایشون، خدمت ایشون چیزی بود که همه می‌دونستیم و ما عاشق سرودهای ایشون و اون موقع کاست بود، بعد سیدی هایی که ایشون تولید کردن و چه سرودهای زیبایی رو که امروز همونطور گفتم در کلیسا هنوز که هنوز داریم میخونیم و چه برکتی بود برای همه فارسی زبانان. من آشنایی من با برادر بروئر شخصی طوری شروع شد که من در سال 2010 برادر بروئر با ما تماس گرفت. البته این رو هم بگم ناگفته نماند که ایشون خب مشکلات پزشکی داشت، مشکل قلبی داشت، قلبش مریض شده بود و عمل جراحی باید انجام داده می شد، تحت معالجه متخصصین قلب باید قرار می گیره و در یکی از این وقایع برای معالجه و درمان برای مشکلات قلبیش به ارمنستان رفته بود و در اونجا بستری بود. در این مدتی که در اونجا بستری بود که فکر می کنم حداقل یک ماه ایشون در بیمارستان بستری بود، یکی از خواهرهای عزیز ما در اینجا در تورنتو هم بر حسب تصادف در ارمنستان بود، ایشون هم مریض میشه و ایشون هم بستری میشه در همون بیمارستانی که برادر ورور در اونجا بستری بود. خب این دو عزیز ایماندار و همدیگر رو میشناختن، این خواهر برادر رو میشناخت و شنید که برادر ورور هم در بیمارستانه، سریع خودش رو رسوند به برادر روی و حال احوال پرسی و برادر روی گفت من اینجا هستم ولی خیلی نیاز دارم که روحانی تقویت بشم. در اون زمان این خواهر عزیز ما به تورنتو در کانادا زنگ زدن، گفتم برادر روی در بیمارستانم برای معالجه، هر چقدر شما نوارهای تعلیمی به زبان فارسی دارید بفرستید به ارمنستان که من بدم به برادر روی در این روزهایی که تنها در بیمارستانه برکت بگیره. و ما هم از اینجا نوارهایی که برادر فرد، پدر من، شبان ارشد کلیسای بر صخره در تورنتو به زبان فارسی تولید کرده بودن، اینا رو بسته‌بندی کردیم و فرستادیم به ارمنستان. و این خواهر عزیز نه فقط خودش به این تعالیم گوش میداد و برکت میگرفت، اینها رو میداد به برادر ورور و ایشون هم این نوارها رو گوش میدادن. و اینجا یک نکته خیلی جالبی پیش میاد. برادر ورور بعد از سالها خدمت، مبارک خدمت، امین در خدمت، ناگهان خداوند شروع میکنه ایشون رو وارد فهم ابعاد جدیدی، عمیق‌تری از کلام خدا و نقشه های خدا بکنه. مکاشفاتی رو شروع میکنه بر اساس اون حقایق و تعالیمی که برادر فرد سالها بود در کانادا اونها رو برای کلیسا درس داده بود، حالا برادر روی اینها رو مثل یک اسفنجی داره در خودش میگیره و خداوند داره با خود برادر روی صحبت میکنه در تایید این حقایق و اینکه ایشون باید حالا وارد یک بُعد جدیدی در خدمت بشه و این تعالیم عمیقی رو که در اکثر کلیساها و مشارکت‌های فارسی زبان کمبودی در اونجا هست، دیده نمیشه، اینها رو انتقال بده به شاگردانش، به کلیسا. یکی از چیزهایی که خیلی در زندگی برادر ورور مقطعی ایشون رو در یک ابعاد عظیم و وسیع آسمانی آورد کتاب شکست سکوت بود که در مورد این کتاب ما بارها صحبت کردیم. این کتاب در 3 جلد به انگلیسی چاپ شده بود که پدر من
برادر فرد ساله اینو نوشتن، ترجمه شد از انگلیسی به فارسی و برادر ورویر از نسخه هایی که فکر میکنم به زبان ارمنی در ابتدا ترجمه شده بود از اینجا شروع کرد به خوندن و این کتاب زندگی این برادر رو انقلابی کرد. این برادر فهمید که مسئله نجات، مسئله برکات ایمانی از قبیل تعمید آب، تعمید روح القدس، عطایا، قدرت‌ها، اینا همه عالی و زیربنای یک شناخت عمیق‌تر و وسیع‌تری هستن که خودش اول باید این رو حس می‌کرد، درک می‌کرد، برای او مکشوف می‌شد و بعد این رو انتقال بده. یک رسالت جدیدی رو این برادر در این زمان در ارمنستان در خودش حس کرد و با گوش دادن به این نوارها برگشت به ایران و شاگردانی که داشت و مشارکتایی رو که زیر نظر خودش داشت شروع کرد در این تعالیم در راستای این حقایق درس بده و تعلیم بده. همونطور که میدونید بالاخره اکثر ایمانداران در کلیسای خانگی شروع کردن جمع شدن و ایشون هم یک گروه بزرگی رو از ایمانداران رو تحت نظر داشت و کمک میکرد، پیامهای کلام خدا و تعالیم رو میداد و در این جهت عمیق‌تر و وسیع‌تر شروع کرده بود به خدمت. در این روابطی که با ما ایجاد شد از اون سال حدود 15 سال پیش برادر ورویر با ما در یک رابطه بسیار بسیار نزدیکی قرار گرفت. برای او معلمش برادر فرد ساله بود، برای او استاد الهیاتش و فهم کلام همیشه میگفت برادر فرده. اتفاقا تا همین اواخر میگفت اگر من باید یه روزی از ایران خارج بشم و مهاجرت بکنم فقط یک جا میخوام برم، میخوام برم پیش برادر فرد. اینو نمیگم که بخوام به خودمون اعتباری داده باشم، بلکه میخوام بگم این برادر چقدر باز بود برای شناخت خداوند و قدم زدن در اون ابعاد عمیق شناخت. در 2010 بود که با پدرم و برادر فرد تماس گرفتن، گفتن ما یه سمیناری هست در ارمنستان، میتونید دعوت بکنید برادر ادوین یا خودتون اگه میخواید تشریف بیاید اونجا، ما هم هستیم و کلام خدا رو درس بدید. و پدر من از من خواهش کردم، من از سال 2010 با برادر ورویر شخصا آشنا شدم. تا اون موقع فقط در مورد ایشون شنیده بودم، سرودهایشون رو شنیده بودم و برکت گرفته بودم. حالا اولین بار من در ارمنستان با برادر ورویر آشنا شدم و به شما میخوام بگم که این آشنایی برای زندگی من هم یک انقلاب بود. من اون زمان هنوز مصمم برای نبودم که بین فارسی زبانها خدمت خاصی رو داشته باشم. این برادر بود، برادر ورویر آوانسیان بود که منو تشویق کرد و منو به تحریک در آورد که من برای ایران و ایرانی ها خدمت بکنم و اون چیزی رو که خداوند در این 20 و چند سال شناخت در اون زمان به من از کلام خدا داده بود و عطیه تعلیم رو به من داده بود، اون رو در اختیار کلیسای فارسی زبان، جامعه فارسی زبان مسیحیان ایران در داخل و خارج از ایران قرار بدم. ایشون بود که مشوق من شد، ایشون بود که منو کمک کرد و در رو باز کرد که من بتونم وارد محیطی بشم که در اونجا فارسی زبانان چه از داخل ایران چه از خارج ایران جمع شده بودن و کلام خدا رو به اونها بتونم در میون بگذارم و معلمی باشم برای عزیزان. با ملاقاتی که من با برادر ورویر داشتم واقعا زندگی من هم تحت و شاغر رو گرفت. مردی بود که اگر من روزی باید یک انسانی رو انتخاب میکردم به عنوان برادر تنی، چون من برادری ندارم، اما اگه قرار بود برادری رو انتخاب بکنم به عنوان برادر تنی، میگفتم ورویر آوانسیان. مردی بود در تواضع، مردی بود در فروتنی، مردی بود در حلم، مردی بود بردبار، مردی بود که پر بود از شادی و آرامش خداوند، مردی بود که متفکر بود، مردی بود که رویا داشت، مردی بود که بار داشت برای کلیسا، مردی بود که دلسوز بود، مردی بود که دلش برای خداوند میتپید و مردی بود که باز بود برای شناخت خداوند عیسی مسیح. برای من افتخار شد شناخت برادر ورویر، افتخار بود. و بعد از اون در سال 2012 هم یه فرصت مجدد شد که باز در ارمنستان عزیزان رو ببینم. برادر ورویر اونجا تشریف داشتن و با هم
مشارکت داشتیم. چه اوقات عالی در پرستش و در تعلیم کلام و مشارکت خصوصی بین خود من و ایشون در مورد کلام خدا صحبت کردیم و ایشون چقدر متعهد بود که این تعالیم و این حقایق باید به گوش همه برسه. به من میگفت برادر دین برو جلو، من پشت ایستادم. برادر فرد برو جلو، من با شما هستم. هر جایی که شما باشید من پشتیبان شما هستم. و 7 سال گذشته رو از 2010 تا دیروز رو من و برادر ورویر با هم مثل دو برادر همکار در یک جبهه در یک مسیر با هم ایستادیم و البته این افتخار از من هست که برای ایشون خدمت کردم و ایشون برای من نمونه بود، ایشون خادمی بود که من به اون نگاه میکردم. همونطور که پولس گفت به من اقتدا کنید همچنان که من به مسیح اقتدا میکنم، من برای من برادر روی شد یک نمونه از یک مرد ایمان، از امینی که برای خداوند بها میداد. همونطور که میدونید بلافاصله در همون ماهایی که از ملاقات ما در ارمنستان گذشت مشکلاتی برای ایشون پیش اومد و این مشکلات 5 سال به طول انجامید. ایشون 5 سال در زیر فشارهای محیطی که زندگی میکرد از لحاظ قانونی و غیره، و در کنار این مسائل قانونی و غیره که خبرش رو دارید، ایشون بیماریش به مراتب بدتر شد. نه فقط بیماری قلبی داشت، زمانی که من ایشون رو دیدم در ارمنستان مرض قند دیابت داشت و کلیه هاش از کار افتاده بودن. تقریبا هفته 3 بار باید میرفتن به دیالیز و فشار خون و انواع و اقسام مسائلی که انشعابی بود از این بیماری های بسیار بسیار جدی و خطرناک، تا به حدی که بیماری دیابت واقعا بدن ایشون رو متلاشی کرده بود. جزئیاتش مهم نیست، اما این مرد در تمام اون بیماری ها، سختی ها، فشار ها، جفاها، زحمت ها هرگز لبخند از صورتش برداشته نمیشد. من یادم هر بار که او رو دیدم یا تلفنی با او صحبت میکردم میگفتم وروش جان حالت چطوره؟ میدونی چی میگفت؟ میتونست مثل هر انسان دیگه و واقعا موجه بود، اگرم میکرد میگفت و میکرد، میتونست ناله بکنه، میگه ادمین جان مریضم، حالم خوب نیست، مشکل داشتم، دیروز اینجوری شد، امروز اینجوری شد. هرگز چنین چیزی رو نگفت. هر بار که با تلفن باش صحبت میکرد میگفتم وروش جان حال شما چطوره؟ به اون صدای بسیار آرومی که دیگه نمیتونست با اون صدای با اقتدارش حرف بزنه، چون به خاطر همین بیماری ها صدای خودش رو هم از دست داده بود، تقریبا با یه صدای خیلی آهسته میگفت خیلی خوبم، عالی عالی، خیلی خوب. و من تعجب میکردم این مرد خدا چطور در این مشکلاتی که هفته 3 بار باید روی تخت دیالیز بخوابه، تمام خون بدنش، تمام تصفیه بدنش با چه مشکلاتی انجام داده بشه، قلبش و کلیه‌هاش و دیابتش، هر چی که بود دستن در دست همین مرد رو عذاب میداد، بدنن ضعیف و مریض، اما هرگز لبخند و شکرگزاری و مثبت نگری در او قطع نشد. بله، این یک مرد ایمان بود. ببینید، من دیروز فکر میکردم همون لحظه که خبر فوت ایشون رو شنیدم، در خودم فکر میکردم ما از کلمه شهید استفاده میکنیم، برای ما تدایی نشه مبادا که فکر کنیم شهید فقط همونیه که مثلا میگم میان با هفتیر یه جا شما رو میزنن، در اون لحظه شما رو میکشن، یا با کارد میزنن شما رو میکشن، به این میگن شهید. ولی این یک نوع شهیده. ما یه شهید دیگه ای داریم که 5 سال در مشکل ترین شرایط، در زیر جفاها و محدودیتها و فشارهایی که از هر جهت به او وارد می شد، در امانت برای خداوند ایستاده بود و یک لحظه سازش نکرده بود. هنوزم که هنوز بود در اون شرایط، در خونش باز بود برای دردمندان، نیازمندان، ایمانداران که بیان اونجا و با حضور او و با دیدن وضعیت او، اون ایمانداری هم که خودش مشکل داشت فراموش میکرد و تسلی میگرفت از برادری که خودش نیازه به تشویق و تسلی داشت، اما او همیشه تسلی دهنده و مشوق همه بود. او 5 سال شهادتش طول کشید، شهادت
تدریجی بود. او شهید شد تدریجی. ما شهید آنی داریم، شهید تدریجی داریم. برادر من روی راوانسیان در رده شهدا هستش، نه فقط شاد روان هستش بلکه شهید هستش، چون 5 سال برای خداوند عیسی مسیح ایستاد و بها داد، یک لحظه انکار نکرد خداوند رو. به این میگن ایمان، به این میگن امانت. و ای کاش من روی راوانسیان میتونستم باشم. پیام من و داستان من امروز اینه که ای کاش من هم روی آوانسیان بودم. و دعا میکنم که خداوند این فیض رو به من هم بده، به شما هم بده، که شما هم یک روز بتونید، من هم یک روز بتونم مثل روی آوانسیان زندگی بکنم. و وقتی دروازه های آسمان باز شد و فرشتگان منتظر پذیرش من هستن، خداوند نگاه بکنه بگه آفرین، برای من ایستادی، حالا بیا وارد آرامی من شو، وارد پیروزی من شو. خب من به اندازه کافی صحبت کردم، میریم یک سرود دیگه از برادر روی گوش میدیم، برمیگردیم و پای صحبت عزیزانی که ایشون رو تا حدی میشناختن میشینیم و ببینیم اینها چه برداشت هایی و چه اثراتی برادر روی در زندگی این عزیزان داشت. پس بریم یک سرود گوش بدیم و برگردیم. ای پدر خدای قدوس، پدر جمیع تسلیات، هر مسیحامی ظلمتیان، پدر همه یه ماتمیان، ای پدر خدای قدوس، پدر جمیع تسلیات، در مسیح حامی ظلمتیان، پدر همه یه ماتمیان، کشف روح تو در مسیح عیان، صلیب پسرت رو کرده بیان، گوشهای ما را باز کن از نهان، ابا سخنی گو از آسمان. ابا ای پدر خدای قدوس، پدر جمیع تسلیات، در مسیح حامی ظلمتیان، پدر همه یه ماتمیان، این همان صداست که غزلها را به درد ذهنی اندازد، ابا میگویی لازر بیرون بیا، پتروس روی آب نزد من بیا، کبوتر من ای روح خدا، در شکاف‌های صخره هستی، آواز خود را به من بشنوان، تو از همان ذات ابا هستی، کبوتر من ای روح خدا، که در شکاف‌های صخره هستی، آواز خود را به من بشنوان، تو از همان ذات ابا هستی، از آسمان هدایت کن مرا، مثل کبوتر ساده دل باشیم، هدایت نما به چم راستی، آشنا به صدای تو باشیم، از آسمان هدایت کن مرا، مثل کبوتر سوده
شنوندگان عزیز به ادامه برنامه خوش اومدید. همونطور که میدونید و میبینید من الان در استودیو دیگه نیستم، در سالن ملاقات کلیسای بر صخره در شهر تورنتو هستم. از این فرصت استفاده کردم در ادامه این برنامه مخصوص برای برادر رویر که در ساختمون کلیسایی که ایشون خیلی آرزو داشت که یه روزی در این کلیسا بیاد و با ما مشارکت بکنه، با چندی از دوستان و عزیزان ملاقاتای داشته باشم و یکی از عزیزان و برادر گرامی که با ایشون میخواستم صحبت بکنم در مورد تجربیاتش و خاطراتش از کشیش روی راونسیان و یکی از مجریان برنامه های آیسینه در شبکه تلویزیونی آیسینه، برادر ما کیوان هستن. کیوان جا به برنامه امروز ما خوش اومدی. همطور که بدونی این روزها و ساعتها خیلی سختی بوده برای همه ما که برادر روی رو میشناختیم، از نزدیک باهاش در تماس بودیم. به هر حال حالا هر کدوممون به نوبه خودمون چند سالی بود که ایشون رو میشناختیم، ملاقاتش کرده بودیم، مشارکت کرده بودیم باهاش و شما هم این فرصت رو داشتید که ایشون رو ببینید. خواستم که این فرصت باشه که شما برای بینندگان عزیز ما تعریف بکنید که اولی ملاقاتتون با برادر روی چجوری بود، بعد کلا برداشتتون از این ملاقات و چه اثراتی این ملاقات در زندگی شما داشت. حتما، خیلی متشکرم. اولا سلام میکنم به شما بینندگان عزیز، متشکرم از دعوتتون. یه مقدار راستشو بخواید برای من سنگینه که در این خصوص صحبت کنم برادر ادوین، چون که خودم رو خیلی کوچیک میبینم. واقعا نه که کوچیک میبینم، کوچیک هستم. من در مقایسه با قهرمانای ایمانی مثل برادر ورور، دیگر عزیزان، خودم رو حتی جایی نمیبینم که اصلا بخوام راجع به عزیزان صحبت بکنم. ولی همیشه میتونیم شهادت بدیم به دیده های خودمون. و الان با این برداشت جواب سوال شما رو در خصوص اولین ملاقاتم با این عزیز باهاتون میگم. و اولین بار من ایشون رو در یک مشارکت خانگی دیدم. وارد شدم، دفعه اول بود ایشون رو دیدم و به محض ورودم به عنوان یک ایماندار تازه بودم، موقعی شاید 2 سال اینطور از ایمانم میگذشت، یک احساس خیلی جالب و عجیب از حضور واقعا خود خداوند در اون مشارکت خانگی به من دست داد و غیر قابل با لغات و جملات نمیشه گفت، ولی واقعا اون چیزی که میشد گفت اینه که خداوند اونجا حاضر بود. خداوند اینجا حاضر بود و محبت این برادر، قلبی که برای خداوند داشت. و واقعا کلمه شبان که میگیم شاید کلمه خیلی کوچیک، ولی واقعا آدم میتونست کلمه شبانی رو در این برادر ببینه. دونه به دونه عزیزان که از در تو میومدن، دونه دونه حال احوال رو بپرسه، جویا بشه، باشون صحبت بکنه. من یکی از بهترین مشارکت هایی که در زندگیم بودم، یکی از بهترین جلسات کلیسایی، جلسات خانگی میتونم بگم جلسه بود که در خدمت ایشون بودم و واقعا من لمس شده بودم تو اون جلسه با محبت ایشون، محبت شاگردا. و واقعا همونطور که خداوند میگه از محبت شما خواهند شناخت که شاگردان من هستید، واقعا این شاگردان خدا مسیح بودن رو میشد در اون جمع که برادر ورور شبانشون بودن این رو به وضوح دید. برای من یک تجربه بسیار خاص بود از فروتنی ایشون. اصلا انقدر فروتن بودن، اصلا مشخص نمیشد که ایشون واقعا یک شبانی هستن با این همه سال تجربه. درست مثل که شما یک انسان خیلی خیلی عادی، اصلا واقعا فروتنی رو در ایشون آدم میتونست به صورت یک شهادت زنده ببینه. و واقعا میگم از اون بار اولی که ایشون رو دیدم من لمس شدم و اثرات اون ملاقات و برکات اون ملاقات تا به امروز تو زندگی من هستش. خدا رو شکر. من میدونم که شما ملاقات دیگه هم با ایشون داشتید خارج از اون مشارکت خانگی. فکر میکنم که یه ملاقاتی هم در ارمنستان داشتید. بله. اونجا برنامه هایی بود و ایشون رو دیدید اونجا. باز فرصتی بود که این بار دیگه مسئله 1-2 ساعت در یه مشارکت خانگی، بعد که چند روز با هم شما وقت گذروندید، اونجا چه تأثیری داشت در زندگی شما و برای بیننده‌های ما خیلی خوب جالبه دیگه. یه نفر با برادر روی یه هفته بخواد در یه جایی وقت بگذرونه، چه خاطراتی رو به یاد میارید یا یادگاری از اون دوران؟
زیاد هست یادگاری، من چند تاش رو خیلی کوتاه عرض میکنم خدمتتون. یکی این که برای من خیلی واقعا جالب و شوکه کننده بود که یک شخص با اون همه بیماری، با اون همه مریضی، با اون همه مشکلات چجوری میتونه این مسیر رو، اون همه راه از ایران بیاد و برگرده، خودش، خانومش و این همه شاگردا و با اون مشکل دیالیز کلیه که ایشون داشتن. اگر چنین مشکلی من داشته باشم از اون خونه خودم و اون همسایگی امکان نداره تکون بخورم. ولی برای من خیلی جالب بود که چقدر ایمان میخواد که یک شخص اصلا مشکلات جلوی ایشون مثل که به نظر نمی اومدن، حالا چه بیماری بود چه مسائل دیگه بود، واقعا ایشون به نوعی موعظه زنده خدای نامحدود بودن و ایشون اون محدودیت هایی که آدمای مثل من با ایمان به قول معروف نو ایمان و با تجربه خیلی کمتر برامون خیلی مسئله است، ایشون نمیدید. مثل که ایشون از وسط اینا رد میشد با مشکل کلیهشون و هزار و یک مسئله دیگه اومده بودن اونجا. یه خاطره خیلی خاص که یادم میاد، یه روز دیدم به شاگرداشون دارن راجع به صبح بخیر روح القدس صحبت میکنم. صبح اومده بودم پایین و جالب شد گوش من تیز شد که بیدم داستان صبح بخیر روح القدس چیه. خب من این واژه رو با اون صورت خاص که ایشون داشتن به شاگردا میگفتن نشنیده بودم، ولی هی به شاگردا یاد میدادن صبح به روح القدس سلام بگید. البته اون موقع من شنیدم، برای من چیز جالب بود و خب لمس شدم تا حدودی، ولی سالها بعد فهمیدم که چقدر این تعلیم که به ظاهر شاید چیز خیلی ساده‌ای میومد، چقدر این تعلیم ابعاد عمیق داره. ایشون به شاگرداش یاد میداد چجوری با روح القدس زندگی بکنن. و واقعا اینی که خودشون رو زیر اون چتر هدایت، اطاعت و واقعا زیر اون پوشش روح القدس بیارن، ایشون از همون ابتدا به هر شاگردی، هر چقدر جوان، هر چقدر نو ایمان، این رو یاد میدادن و این هنوز آویزه گوش من شده. بعضی از روزا من بلند میشم درگیر مسائل زندگی که یه دفعه این حرف یادم میاد صبح بخیر روح القدس، متوجه میشم که مثلا که خیلی مومنک ایماندار اصلا شروع روزم رو با مسیر اشتباه شروع کردم. واقعا باید ما هر لحظه از زندگیمون سلام به روح القدس باشه و آوردن خودمون در زیر پوشش روح القدس. ایشون زندگیش، خدمتش، واقعا میوه های خدمتش و رفتارش، محبتش، همه شهادتی از اون زندگی با روح القدس و ملاقات هر لحظه ایشون با روح القدس. خدا رو شکر، چه عالی، چه شهادت خوبی. در پایان این صحبت ها اگه شما پیامی دارید برای بیننده های ما بر اساس این تجربه که با برادر روی شما داشتید، درسایی که از اونجا گرفتید و حتی اگه دوست دارید با حتی خانواده برادر روی، با خواهر ریما و فرزندان پیامی رو دارید، از این فرصت استفاده بکنید و شما این رو انتقال بدید به عزیزان. ممنون، متشکرم از اینکه این فرصت رو دادید. 100%. پیام و پیغام که میدونم واقعا مشکله، کدوم یکی از ماها لحظه که این خبر رو شنیدیم تو چشامون اشک نیومد؟ کدوم یکی از ماها نبود که واقعا بغض ما رو نترکونه و واقعا ناراحت نشیم از این خبر؟ و این اندوه با میدونیم اون اندوهه که بقیه از مرگ احساس میکنن نیست، ولی درست یادمه زمانهای قدیم ادوین جان وقتی تو ایران خودمون دانشجوی میخواست بره شهرستان، من یادم مثلا میدم تو سن کودکی میدم پدر مادر بغل میکنن بچه رو گریه میکنن، ما وداعمون با برادر ورور دقیقا یه همچون حالتیه. اون پدر مادر میتونستن بچهشون خوب میبینن یک ماه دیگه، دو ماه دیگه، چند وقت دیگه، ولی گریه و ناراحتی برای دوری بود. این دوری میدونم برای این خانواده سخت، خصوصا محبتی که برادر ورور داشتن، حضور خداوند، آرامش ایشون، واقعا دوری از ایشون رو خیلی مشکل میکنه. من میدونم، ولی میدونم پدر ما را هرگز رها نکرده. ما واقعا پدری داریم که تمام احتیاجات ما رو میدونه و ایمان دارم که همون پدر امینه تا به انتها ما رو برسونه. ولی اگر اجازه داشتم در حد یک دقیقه یک تجربه خیلی عجیب رو براتون از فوت برادر ورور که یه احساس عجیبه برای خود من با عزیزان در میون بگذارم، چون این احساس شاید یک احساسی باشه که با بقیه احساس ها که اصولا ما ها تجربه میکنیم از دست دادن عزیزان فرق بکنه. یه بعدش اون ناراحتی، اشک و اندوه، دلتنگیست و بعد دیگه اینه که معمولا
کسانی که زنده هستن، آدمای زنده هیچ وقت به شخصی که در میان ما نیست نمیخوان جای اون باشن. در زندگی واقعی فقط این قضیه متاسفانه در یک بُعد خیلی خیلی منفی اتفاق میفته، اونم برای اشخاصی که به حدی زندگی براشون تنگ شده و مسائل و مشکلات و بار زندگی سنگین شده که به یه شخص مرده میخوان جای اون باشن. ولی این بار با از دست رفتن این برادر یک احساس دیگه به من دست میده. من به این شخص که در میان ما نیست خیلی دوست دارم جای ایشون باشم. چون زندگی خود ایشون، شهادتی که شما دادید برای ما و هر چیزی که از هر کس میشنوم، یک چیزی رو خیلی واضح میگه که ما رو یاد اون دوم تیموتائوس میندازه، جایی که پولس دیگه زندگیش به آخر رسیده، میگه به جنگ نیکو جنگیدم و دوره خود رو به کمال رساندم، ایمان رو محفوظ نگه داشتم، بعد از این تاج جلال برایم محفوظ است و خداوند داور عادل آن را در آن روز به من خواهد داد. این آیه رو واقعا تو زندگی برادر ورور میبینیم. من میدونم همه ما با ایمان میدونیم چی در جلوی برادر ورور هستش و واقعا این رو میگم، رو خودم بار احساس میکنم، چون که میدونم اونجا نیستم و به ایشون نگاه میکنم، میبینم خدا فیض بده همگی ما اونجا باشیم. و برای خانواده اون عزیز این خبر رو دارم که در اول قرنتیان یک آیه خیلی جالبی هستش، میگه پولس میگه در باب 15 اگر اشتباه نکنم، میگه میخوام یک سر رو به شما بگم که همه ما نخواهیم مرد، لیکن همه در تلفت العینی تبدیل خواهیم شد. مثل اینکه اون طرف لحظه که ما چشم رو به این دنیا میبندیم، برادر برور چشم رو این طرف بستن، اگر دوربین رو ببریم و در آسمان بگذاریم، میبینیم برادر برور در آغوش خداونده. آمین. خوش به سعادت ایشون، خوش به حال اونایی که واقعا این دوره رو با امانتداری به انتها رسوندن. میدونیم برادر برور کجا هستن. شما هم به همون تاج نگاه کنید، تاج جلال که واقعا سرمشق و هدایت کننده زندگی برادر برور بودش، تا واقعا اون طرف در اون پادشاهی خداوند که نه عشق هست نه اندوه هست، همگی همدیگر رو در جایی ببینیم که بجز شادی، محبت و اون حیات مسیح چیز دیگری نیست. متشکرم از دعوتتون. منم از تو ممنونم که ایوان جان که پذیرفتی که این شهادت رو بدی. مطمئنم که تجربیاتی رو که در میون گذاشتی و اون دیدگاهی که در مورد برادر داشتی خیلی ها رو برکت خواهد داد. خب خیلی ها شنیدن در موردشون، دیدن عکساشو، ولی شما شخصا اون رو دیدید، باش مشارکت داشتید و این یک برکتی بود که نصیب بعضی از ما شد که این برادر رو از نزدیک ببینیم و باش زمانی رو بگذرونیم. و ممنونم از اینکه این وقت رو گذاشتید جان عزیز. ممنونم از اینکه اجازه دادید که با شما باشیم. از ساختمون کلیسای بر صخره با شما صحبت می‌کنم، با برادر کیوان، از معلمین ما و مجریان برنامه در شبکه آی سی نت، و ادامه میدیم برنامه رو و تا چند دقیقه دیگه برمیگردیم به ادامه صحبت ها. اون چه که ما در این لحظه باید با پرستش خود نشان بدهیم این است که شاید بسیاری از شما با کف زدن و اینطور مسائل زیاد آشنایی ندارید، ولی اگر کمی در روزهای مختلف با ما باشید، یک کمی هم بغل ما بشینید، ما آتیشمون زیاده، ممکنه شما رو بسوزونه، بد نیست برای این آتیش، چون این آتیش انسانی نیست، خداوند این آتیش رو در قلب ما گذاشته. حالا بزنید، بزنه، بزن جانم، بزن، ببینید یه خورده یواش بزن که من صحبت هم بکنم. این که مردم در دنیا میگن شادی کنید و نمیدونم بشکم میزنن میرقصن، اینا چاخانه. فقط شادی که در خداوند هست، اون شادی اصله که قلب شما، هللویا، بله هللویا، اصله. من نمیگم که قبل از آمدن چی شده که اون بسوزه، ولی خداوند منو بلند کرده برای این که اونو جلال بدیم. آمین، هللویا، شادی نمایی، هللویا، شادی نمایی، شادی نمایی، شادی نمایی، تنها عیسی.
پایسا. آمین. از آن من در ساختمون کلیسای برصخره هستم هنوز و میخواییم ارتباط تلفنی برقرار بکنیم با شهر آتلانتا، با برادر ما نیما، یکی از رهبران پرستشی که با برادر بروی خیلی سالها همکاری داشتن، آشنایی داشتن، مشارکت داشتن، معلمشون بود و میخواییم که با برادر نیما صحبتی داشته باشیم و در مورد تجربیاتش و شناختی که از برادر بروی داشت چند تا سوال از ایشون بپرسیم. سوالی که میخواستم از برادر نیما بپرسم، الان ایشون اومد روی خط. درود و برکت خدمت کشدوین عزیز و تمام دستاندرکاران در شبکه محترم آیسینت و همینطور بینندگان عزیز شبکه آیسینت، در خدمتتون هستم و ممنونم برای دعوتی که از من به عمل آوردید. نیما جان، اگه امکانش هست برای بیننده های ما تعریف بکنی که اصلا چطور شد که با برادر بروی شما آشنا شدید؟ آشنایی من با کشیش بروی عزیز برمیگرده به تقریبا سال 2000 در کلیسای جماعت ربانی مرکز. خب ایشون شخص برجسته‌ای بودن در کلیسای ایران و همه ایشون رو میشناختن، اما اون رابطه صمیمی و دوستی ما برمیگرده به سال 2006. من در کلیسای رشت برای ملاقات رفته بودم در منزل کشیش امید ازگومی عزیز که یکی از دوستان بسیار عزیز من هستن و همواره محبت داشتن. کشیش برور عزیز رو در منزل ایشون ملاقات کردم و اون شب بسیار پربرکتی بود، با هم گپی زدیم، صحبتی داشتیم و در انتهای شب کشیش برور عزیز شماره تماسشون رو به من دادن و من گفتن نیما وقتی برگشتی تهران با من تماس بگیر، من با تو کار دارم. خب من قاعدتا در پوست خودم نمی گنجیدم، چون قرار بود پیش عزیزی برم که سالیان سال در کلیسای ایران خدمات بسیار خوبی را انجام داده بود و اون روز موعود فرا رسید و من منزل ایشون رفتم. ملاقات بسیار عالی بود، استقبال بسیار عالی انجام دادن عزیزان و بعد از دو سه ساعتی که ما با هم صحبت کردیم، ایشون من رو دعوت به همکاری کرد، گفتن که حاضری با من کار بکنی، در کنار من باشی، چون یک سری خدماتی رو داشتن در 4 گوشه ایران انجام میدادن و من واقعا در پوست خودم نمی گنجیدم. البته گفتم که باید اجازه بدید دعا بکنم و با هم دعا کردیم، حتی با هم دعا کردیم و بعد از چند روز من به ایشون جواب مثبت دادم که حاضرم در کنار شما باشم و این افتخار بزرگی بود برای من که در کنار مرد خدا باشم و خدمت ما شروع شد و لحظه به لحظه برای چندین سال متمادی ما با هم دیگه در کنار هم در 4 گوشه ایران با هم خدمت می کردیم. کلیساهای مختلفی بود، سر می زدیم، مردم مختلف در شهرستانهای مختلف و یک رابطه بسیار دوستانه، یک برادری بسیار تنگاتنگ و پر از محبت بین من و این برادر انجام شد که در کنارش نه تنها شاگردی می کردم بلکه یاد می گرفتم و در کنارش مردم رو خدمت می کردیم و روزهای بسیار پربرکتی رو با هم سپری می کردیم. سال بعدی که داشتم نیما جان اینه که از خاطراتت با برادر بروی برای ما تعریف بکن، خاطرات خاصی که هنوزم که هنوزه در فکرت و در یادت هست از این برادر عزیز، که چه خاطرات جالبی شاید یکی دو تاشو بتونی برای ما تعریف کنی. راستش اگر بخوام از خاطرات کشبور عزیز بگم، تمام لحظاتی که با ایشون بودم و خدمت میکردم همش خاطره بود. اما یه چیزی که همیشه هم برای من درس بود، هم گوشه ذهنم باقی موند، روزی بود که ایشون قرار بود اولین جلسه دیالیز رو برن. خب خیلی سخت بود برای ما و تسلیم شده بودیم به این امر که این اتفاق بیفته و ایشون عازم بیمارستان شدن و من یک ساعت بعد قرار بود به دیدن ایشون برم. وقتی وارد بیمارستان شدم، تو اون اتاقی که دیالیز انجام میشد، با تصویر عجیبی روبرو شدم. خودم رو آماده کرده بودم که چی باید بگم، اما وقتی وارد اتاق شدم در واقع شوک شدم. ایشون روی تخت دیالیز، همینطور که دستگاه دیالیز بهشون وصل بود، این لوله ها از دست وجود این برادر خارج شده بود. ایشون در همون شرایط روی تخت بیمارستان داشت راجع به انجیل عیسی مسیح با دو تا از پرستارا صحبت میکرد و در کنار اتاق یک ضبط صوتی بود که یکی از سیدی های برادر داشت پخش میشد، همون آهنگ معروفشون که من پیر می فروشم داشت پخش میشد توی اون سالن اتاق دیالیز و یک فضای عجیبی به وجود اومده بود. برادر در زیر دیالیز هم
همچنان داشت خدمت میکرد و موزیک پرستشی در اتاق داشت پخش میشد و ما برای تسلی برای او رفته بودیم، اما انگار خودمون تسلی گرفته بودیم و واقعا در عجب بودم که چه روحیه قوی داره و چه روح عجیبی درون این مرد کار میکنه. مرسی نیما جان. سوال سوم اینه که نگرش بردبروی در مورد کلام خدا چی بود؟ چجوری نگاه میکرد به آموزه های کلام خدا؟ چجوری تفسیر میکرد؟ چه نگرشی داشت در مورد کلام خدا؟ ایشون اشتیاق بسیار فراوانی نسبت به کلام خدا داشت، مخصوصا عهد عتیق رو بسیار خوب میدونستن و همواره به من میگفتن که نیما باید کلام رو خوب بلد باشی، باید اون نقشه کامل خدا رو در کل کلام خوب بدونی و بدونی که نقشه خدا از اون ازل که شروع شده تا به آخر چیه و هدف خدا چیه. اگر نقشه خدا رو در اون کاملیت نتونی بفهمی، هیچ وقت حتی عهد جدید رو هم متوجه نخواهی شد. و ایشون کلام رو عاشقانه میخوندن و من همیشه باورم برای اینه که ایشون کلام رو نمیخوند بلکه کلام رو میخورد و سر همین کسانی که باهاش کار میکردن، شاگردانش، بعد از اینکه با ایشون آشنا شدن و با ایشون کار کردن، دید و نگرششون نسبت به کلام خدا کاملا متفاوت شد. کاملا ما زوایای تازه‌ای رو از کلام خدا یاد گرفتیم، یک غیرت خاصی نسبت به کلام خدا ما پیدا کردیم، یک تشنگی عجیبی در میان ما به وجود اومد و ما بیش از آن چیزی که قبلا داشتیم در کنار این برادر آگاهی پیدا کردیم نسبت به کلام خدا و یه دید و نگرش تازه‌ای نسبت به کلام برای همه ما به وجود اومد که تا به امروز نیز ادامه داره. ممنون ایمان جان. سوال بعدی که ازت داشتم که در این 10 سال آخر زندگی برادر روش تعالیم برادر در چه جهتی بودن و در چه راستایی این تعالیم داشتن حرکت میکردن و شما چه تعالیمی رو به یاد دارید که ایشون در این 10 سال گذشته به شما عزیزان در ایران انتقال داده بودن؟ در سالهای اخیر، مخصوصا 10-15 سال گذشته، برادر بسیار تاکید داشتن بر روی پیغامی که به نظر من تا اون موقع جایی شنیده نشده بود و من هم نشنیده بودم. ایشون بسیار بسیار تاکید داشتن روی اصلی که اصل بقیتون رو میخوندن و میگفتن امروز کلیسای قرن 21 نیاز داره به افرادی که شاید تعدادشون زیاد نباشه، اما افرادی که بتونن پرچم حاکمیت خدا رو بالا نگه دارن، افرادی که بدور از آلودگی های دنیا، آلودگی های مذهبی، آلودگی های سیاسی، آلودگی های فرقه‌ای، افرادی باشن که بتونن سالم زیست کنن، خمیرمایه به اینها نخوره. بسیار راجع به انواع اقسام خمیرمایه ها صحبت میکردن، خمیرمایه هایی که نباید به پیکره کلیسا، به پیکره ایماندار بخوره و بقیت اندکی که بتونن در سلامت روحانی بتونن بایستن، پرچم حاکمیت خداوند رو بالا نگه دارن، به دور از هر گونه حاشیه، بدون از هر گونه بازی های فرقه‌ای بتونن بایستن و تا به آخر اون انجیل راستین رو، اون مشعل حاکمیت خدا رو دست به دست بدن، به نسل بعد برسونن. و همواره میگفتن تعدادش مهم نیست، حتی یک نفر اگر باشه و بتونه اون پرچم رو بالا نگه داره برای خداوند کافیه. و خودش واقعا ایستاده بود و ما شاهد بودیم که یک تنه، با اینکه خیلی تنها بود در خیلی از موارد، اما خودش ایستاده بود و سازش نمی کرد و در اون قوتی که خداوند به او داده بود ایستاد و من ایمان دارم که دور خودش رو به کمال رسون زمانی که جان خودش رو به خداوندش تسلیم کرد. مرسی نیما جان. سوال بعدی رو که ازت داشتم اینه که چه تأثیری برادر ورویر بر زندگی شما داشت و چه تأثیری برادر فرد که همکار ایشون بود در زندگی برادر ورویر داشتن؟ کشیش ورویر عزیز یکی از کسانی بودند که نقطه عطف زندگی من در ایمانم رو رقم زدن. ایشون دیدگاه من رو نسبت به کلام خدا کاملا، نسبت به مسیحیت کاملا تغییر دادن. شاید سالیان سال در کلیسا بودم و کلام رو میخوندم، اما آشنایی با ایشون و شبانی با ایشون و اون تعلیمی که نسبت به کلام خدا به من دادن، دید من رو کاملا نسبت به کلام خدا تغییر داد. و واقعا میتونم بگم که همکاری با ایشون و شاگردی با ایشون نگرش تازه‌ای رو در بُعد روحانی در زندگی من پدید آورد. همینطور
سالیان سال قبل از این خود ایشون تحت تاثیر تعالیم شخص عزیزی قرار گرفت. سال 2004 وقتی برادر ورود در بیمارستانی در ارمنستان بستری بودند، خواهری رو ملاقات میکنند که اون خواهر تعالیم کشیش فرد صالح عزیز رو که امروز معلم من هستن، پدر روحانی من هستن، خدمت برادر ورور میدن در سال 2004. و برادر ورور وقتی که از بستر بیماری بلند میشن، این تعالیم رو که میشنون، نگرش بسیار عجیب و عمیق و ژرفی درون ایشون به وجود میاد و دیدگاه ایشون هم نسبت به کلام خدا برمیگرده. خود ایشون همواره میگفتن زندگی ایمانی من برمیگرده به قبل از 2004 و بعد از 2004، که دیدگاه و نگرش من نسبت به کلام خدا عوض شد و حقیقتاً کسانی که با او زندگی کردن بعد از اون سال میتونن شهادت بدن که چقدر او نگرشش نسبت به کلام عوض شد و اون نگرش رو نسبت به همه و همه کس پیاده کرد و این نگرش رو به شاگردانش هم انتقال داد. و امروز من و تعداد بسیاری که در سرتاسر دنیا داریم خدا رو خدمت میکنیم، واقعا مدیون اون ملاقات سال 2004 بردرمون فرد صالح عزیز و کشیش ورور عزیز هستیم و آمین که بتونیم شاگردان خوبی اول برای خداوند و بعد برای این عزیزان باشیم. مرسی نیما جان. سوال بعدی که ازت داشتم اینه که پیام خودت به عنوان یک معلم، به عنوان یک رهبر پرستشی و خادمی که الان در کلیسای پیروزی در آتلانتا خدمت میکنی به عزیزانی که دارن این برنامه رو تماشا میکنن، چه پیامی داری؟ چه پیامی برای کلیسا، برای ایمانداران داری در مورد زندگی برادر ورویر و نگرش او و رویایی که او داشت برای کلیسا و بدن مسیح؟ پیامی که به قلبمه برای خودم و جامعه مسیحی ایران در سرتاسر دنیا اینه که ما الگوهای بسیار خوبی در کلام خدا داریم. الگو و مظهر و قهرمان ایمان ما عیسی مسیح خداوند که از هر حس کامل و همینطور در کلام خدا قهرمانان ایمانی که بسیار هستند و چه بسا امروز هم در دنیای مسیحی ما قهرمانان ایمان بسیارند که میتونن الگوهای خوبی برای ما باشند. حقیقتا کشیش ورور یکی از اون قهرمانان بود، یکی از اون الگوهایی بود که بسیار تاثیرگذار بود در جامعه مسیحی ایران، مخصوصا در قسمت پرستش بسیار تاثیرگذار بود. حقیقتا پرستش کلیسای ایران رو تغییر داد و در خیلی از قسمت‌های دیگه غیرت فراوان، واقعا اشتیاق زاهد الوصف و استقامت بسیاری که داشت و هیچ وقت سازش نکرد، در هر شرایطی با ناراستی سازش نکرد و ایستاد. و ای کاش ما واقعا یاد بگیریم غیرت این مردانی رو که ایستادن، که پرچم خداوندشون رو چطور بالا نگه می‌دارن، تا لحظه مرگ می‌ایستن، سازش نمی‌کنن و اعلام می‌کنن که خداوندشون برترین و بالاترینه. و در آخر ای کاش بیشتر قدر هم رو بدونیم، بیشتر به همدیگه محبت کنیم، بیشتر همدیگه رو به یاد بیاریم، تا نباشه روزی که وقتی به آسمان رفتیم تازه دیگران به یاد بیارن که چه عزیزی رو از دست دادیم. بهتره تا وقتی زنده هستیم قدر هم رو بدونیم، قدر جواهرهایی که کلیسای ایران داره، قدر زنان و مردانی که کلیسای ایران داره و سالیان سال ایستادن. ای کاش بیشتر و بیشتر قدر این عزیزان رو بدونیم که وقتی رفتن حسرت نخوریم. در کران ورویر عزیز خانواده عزیز او بودن که این سالیان سال افتخار آشنایی با اونها رو داشتم. خواهریمای عزیز که حقیقتا مظهر ایمانه برای من، زن ایمان، الگوی ایمانه در ایستادگی، در مشکلات، زنی که هیچ وقت شکایت نکرد. و من از همینجا میگم ریما جان خسته نباشی، واقعا تا لحظه آخر ورور رو محبت کردی، تا لحظه آخر در کنار ورور ایستادی. خسته نباشی، هر جای دنیا که هستی قوت خدا با تو باشه و بدون که تنها نیستی و یک خانواده ای داری که برای تو ایستادن. تو و ورور عزیز سالیان سال برای قوم خدا ایستادید، برای شاگردان ایستادید، حالا وقتشه که شاگردان برای شما بایستن. همینطور ملانی عزیز، رایسای عزیز، استیو عزیز که حقیقتا ستا نابغه در عرصه موسیقی که واقعا نابغه هستم و من به وجود ستاشون افتخار میکنم. عزیزان شما هم تنها نیستید،
تک تک دوستانتون، برادران و خواهرانتون در سر تا سر دنیا برای شما ایستادن و مطمئن باشید که ما هر کمکی از دستمون بر بیاد مضایقه نمی کنیم و آمین که یک روز بتونیم دوباره همه ما در کنار همدیگه بیستیم، همو محبت کنیم و این خدای بی‌نظیر رو بپرستیم. دوستتون داریم و شما رو به دستان خداوند میدیم. آمین. در حین این سرود هللویا، روح القدس شما را لمس خواهد کرد. هللویا، آتش او خواهد آمد و شما را لمس خواهد کرد، چون که او اینجاست. هللویا، نه به قوت، نه به قدرت، بلکه به روح او. هللویا. سخن بگو از عمق‌های وجود خود، تو با من سخن بگو از عمق‌های وجود خود، تو با من پدر بریز آتش آسمانی را، تو بر ما بریز، بریز آتش آسمانی را، تو بر ما بنا نما نمونه آسمان را بر زمین، بنا نما نمونه آسمان را بر زمین، پدر بریز آتش آسمانی را، تو بر ما بریز، بریز آتش آسمانی را. میگوید زبانهای آتش را می شکافی، داوود میگوید زبانهای آتش را می شکافی، پدر بریز آتش آسمانی را، بر مذبحای ما بریز آتش آسمانی، بر مذبحای ما بریز آتش آسمانی، پدر بریز آتش آسمانی را، بریز، بریز آتش آسمانی را، تو بر ما پدر بریز آتش آسمانی را، تو بر ما بریز، بریز آتش آسمانی را، تو بر ما.